سلام و شبتان بخیر. به برنامه بازار امشب از تولو نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. امضای موافقتنامه راه لاجورد میان 5 کشور شامل این راه تا یک روز دیگر در ترکمنستان. یک رای جدید دیگه هستند که مستقیما افغانستان یک فرصت دیگه پیدا میکنند که به دنیا وصل شود. تاکید بر توانمندسازی نقش زنان افغان در اقتصاد کشور. یکی از اهداف نشست کنونی ریکا گسترش همکاری ها میان تجارت های زنان است. گشایش نمایشگاه ساخته های دستی زنان روستایی در کابل. حمایت بکنن که کمک کنن، دولت کمک کنه که حمایت بکنه. هنوز ما از دولت هیچ چیزی ندیدیم. و تلاش برای رشد گردشگری در شهر ریو دی ژانیرو برزیل. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. موافقتنامه راه لاجورد میان 5 کشور شامل این راه به شمول افغانستان فردا امضا می شود. با بکارگیری از راه لاجورد کالاهای بازرگانی افغانستان با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، بحیره سیاه و ترکیه به بحیره مدیترانه و اروپا از راه زمین خواهد رسید. اتاق تجارت و صنایع این راه را کوتاه‌ترین مسیر و کم هزینه ترین راه ترانزیتی برای کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیایی به اروپا می خواند. راه لاجورد برگشت اهمیت ترانزیتی افغانستان در آسیا شناخته می شود و با بکارگیری از این راه فرصت های بزرگ ترانزیتی نصیب افغانستان خواهد شد. وزارت امور خارجه می گوید که در حاشیه نشست ریکا در پایتخت ترکمنستان موافقتنامه راه لاجورد میان 5 کشور شامل این راه یعنی افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به روز چهارشنبه امضا می شود و با این کار افغانستان به بازارهای جهانی وصل خواهد شد. موافقتنامه راه لاجورد یکی از مهمترین موافقتنامه‌های منطقه‌ای است. از لحاظ تأثیراتی که در دراز مدت بر روی گسترش تجارت منطقه‌ای، تعمیق اتصال منطقه‌ای و همچنین رفع موانع ترانزیتی و تجارتی خواهد داشت. اتاق تجارت و صنایع میگوید که 80% انتقالات در این راه با رای آهن خواهد بود و نیز در بحیره کسپین سهولت‌های بزرگ حمل و نقل کالاها با کشتی فراهم شدند. در کنار این، هزینه‌های حمل و نقل کالاها از این راه به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت و نیز زمان رسیدن کالاهای بازرگانی به بازارهای جهانی کوتاه خواهند شد. انتقالات از طریق خط آهن صورت میگیره. واقعا که یک رای جدید دیگه هستن که مستقیما افغانستان یک فرصت دیگه پیدا میکنن که به دنیا وصل شوه. یکی از راههایی که بر ما مهم است و تقریبا گفتگوها نهایی شده دهلیز لاجوردی و کوریدور لاجوردی بین 5 کشور است. انشالله با امضا شدن از این ما به کمترین زمان میتونیم که با بازارهای اروپا دسترسی داشته باشیم. از سوی همشمار از آگاهان امور اقتصادی میگویند که راه لاجورد افغانستان را از وابستگی به کشورهای امسایه نجات میدهد و این کشور را به بزرگترین غول ترانزیتی در منطقه مبدل خواهد کرد. وابستگی اقتصادی و از او راه ترانزیتی که ما همیشه از بابت از او از هر لحاظ ضربه دیدیم خلاص میشه. راه لاجورد از ترغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از بندر ترکمنباشی بحیره خزر به آذربایجان و گرجستان می رسد و از آنجا با گذشتن از بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر قارس و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می رسد. برای بحث بیشتر در این مورد تاج محمد تلاش استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی با ما هستند. آقای تلاش خوش آمدید. بیاید در آغاز در مورد این راه کم بیشتر توضیح بدین که این راه چگونه یک راه است برای افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و تمام بینندگان عزیز. شب همه بخیر. راه ترانزیتی بسیار مهم و اساسی است. ما داخل شدیم با یک گام اقتصادی دیگر و یک چانس طلایی. ای آرمان ها 100 سال قبل بوده. غازی امان الله خان زمانی که استقلال کشور را به دست آورد همیشه کوششش بالایزی بودن که ما برنامه های اقتصادی داشته باشیم، راه های ترانزیتی و ترانسپورتی داشته باشیم، دهلیز های هوایی داشته باشیم.
سروی های مقدماتی امیرا 94 سال قبل طرح‌ریزی شده بود، اما خوشبختانه حال بین 5 کشور این توافق صورت گرفته که مصارف از ایران بپردازند. کم بیشتر بگویید 5 کشور کدام کشور هستند؟ ترکمنستان است، آذربایجان است، افغانستان است، قزاقستان است. این کشورهای بسیار عمده و اساسی از ایران است و میتونه که با ترکیه و قاره اروپایی شامل شوه و ما اموال تجارتی یا امتیه تجارتی خود بتانیم که به بسیار صورت ساده و آسان از ایران انتقال بتیم به کشورهای منطقوی و بالاخره کشورهای اروپایی. فواید بسیار زیاد داره. این راه ها راه های بسیار مهم و اساسی برای افغانستان شمرده میشه. خب ما با وجود از اینکه ببخشید افغانستان کدام کالاها را میتونه از این راه انتقال بده به کشورهای دیگر؟ چیزی که مورد نیاز بازار ما و شماست، چیزی که ما و شما ضرورت داریم، چیزی که اولویت های زندگی ما را تامین میسازد، چیزی که برای ما ضرورت باشه و اقتصاد ما نسبتا بالای از او استوار است یا تکیه داره یا ضرورت داریم. میتونیم که اموال مصرفی را از کشورهای اروپایی و آسیایی از ایرای ترانزیتی وارد افغانستان بسازیم. به خاطر از اینکه ما تا بال بدبختانه متاسفانه تولید نداریم، اگر تولید هم داریم با سطح 6-7% است. تحلیل بیلانس ما یا تجارت بیلانس ما ایران نشان میده که ما یک کشور متاسفانه تا بال هم یک کشور وارداتی هستیم، یک کشور مصرفی هستیم، با چالش های متعدد روبرو بودیم. اما در ابتدا گفتم که بهترین چانس طلایی برای نظام کشور است از دید و زاویه اقتصادی. چرا؟ یک، افراد کم و نیروی کم مصروف از این میشن که بهترین اموال از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال بده. دو، تکس مالیات ترانزیتی نسبت به هوایی و نسبت به موضوعات دیگه بسیار ارزانتر، کاهشتر و مفیدتر است. سه، ما میتونیم که از تجارب اقتصادی کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی تبادل نظر و تجارب اقتصادی داشته باشیم. چهار، ما میتونیم که بر بنیاد روابط اقتصادی، روابط سیاسی ما را تدریجا مهیا بسازیم. ماشین اول ماشین اقتصاد است که ماشین سیاست به گردش میاره. کشورهای مثل افغانستان، ما بهترین مثال ها را مثلا بعد از جنگ جهانی دوم کشور آلمان گفته میتونیم که بهترین روابط ترانزیتی و ترانسپورتی را بین کشور فرانسه و انگلستان و ایالات متحده اعمار کرد دوباره. با اساس از او راه های ترانزیتی آل بهترین کشور صنعتی دنیاست و در مقام دوم و سوم قرار داره. راه های حقوقی را که قبلا اشاره کردم، در میکانیزم های راه های حقوقی ما میتونیم که موضوعات اقتصادی خود حل بسازیم. به چی مانا؟ به این مانا، اول در چارچوب حقوق ما میتونیم که تجارایی که رد و بدل میشه امنیتی از اون مسئول شود. در چارچوب موضوعات حقوقی ما میتونیم که تعرفه یا تعرفات گمرکی را کاهش و افزایش بدیم. در چارچوب حقوق ما میتونیم که مثلا مجازات و مکافات تعیین کنیم. در چارچوب حقوق ما میتونیم که تفاهم نامه های چند جانبه بر اساس معیارهای بین المللی و منطقوی داشته باشیم. بناء اول حرکتی که ماشین میکنه حقوق است، بعدن اقتصاد است، بعدن سیاست است. خب افغانستان گفتم میشه که 80% از انتقالات افغانستان و به کشورهای دیگر گفتم میشه که از طریق راه آهن صورت خواهد گرفت. چی آمادگی های رو حکومت افغانستان در این قسمت گرفته؟ آیا آمادگی داره؟ اگر ترانزیت و یا صادرات و واردات کشور خود ما مستقیما وابسته بسازیم با خط آهن یا خط ریل یا ترانزیت، به نظر ما باز هم پالیسی متوازن اقتصادی نیست. چرا؟ ما چندین بدیله داریم. یک، دهلیز های هوایی. دو، ترانسپورتی. خب حالا در سه، راه لاجورد گفته شده که 80% از انتقالات از طریق راه آهن صورت میگیره. خوب است، به خاطر ازی که ما بدیل دیگه نسبتا در شرایط امروزی نداریم، اما باید ایجاد شود بدیل راه ابریشم، ساده کوتا اما میلیاردها دلار هزینه داره. در جغرافیای ما و شما موقعیت داریم که جغرافیای بسیار اساس اقتصادی است. یک چهاراست، در این چهارا اگر ما واقعا خطوط اساسی ترانزیتی و ترانسپورتی خود مدیریت کنیم،
برزو طرح و پالیسی داشته باشیم. تنها امی تکس مالی که به دست ما میایه و حق ما میشه و حق قانونی و حقوقی ما میشه برای افغانستان و نظام افغانستان 80% کفایت میکنه. هیچ ضرورتی نیست که ما وارداتی داشته باشیم یا صادراتی داشته باشیم. حتی که تکس ترانسپورت خود بگیریم 80% از نظام ما و از خاک ما از اولویت های زندگی ما را انشاءالله تامین میساز. خب افغانستان بیشتر از کدام راه ها نفع میبره؟ کدام راه ها به نفع افغانستان است در حال حاضر؟ اصول اقتصاد میگه در صورتی که کشور در موقعیت جغرافیایی خشک قرار داشته باشه، بهترین راه ها او راه های است که از طریق خشکه و ترانسپورت و ترانزیت صورت بگیره. به خاطر از اینکه اول هزینه از او انتقالات اموال و یا امتعه ها کم است، دو به خاطر از اینکه خیلی افراد کم بسیار اموال زیاد انتقال داده میتونن، سومی که سهولت ها در او رابطه بسیار زیاد است، چهارم مصارف بسیار کم صورت میگیره، بسیار جنس زیاد انتقال داده میشه. افغانستان از طریق پاکستان را داره بهترین بدیل ها. 1800 کیلومتر ما سرحد خشکه با کشور پاکستان داریم، ایران غرب 6500 کیلومتر سرحد غربی با کشور ایران داریم، چین که یکی از قدرت های بسیار بزرگ اقتصادی است، میتونیم که از این طریق هم بدیل خود داشته باشیم. ما فعلا هم که 5 کشور بالای توافقنامه رای ابریشم کار میکنن، به نظر ما یک چانس بسیار طلایی و اقتصادی است. بلاگ های اقتصادی مختلف به وجود آمده، قبلا توسط امریکا بود ولی روس و دیگر کشورها این چانس مفید است برای استفاده بشه. تشکر از حضورتان آقای تلاش در برنامه. با این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. مرد 1250 افغانی، 1 لیتر روغن 85 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 45 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سله اول 95 افغانی و 1 کیلوگرم چای 290 افغانی. تا لحظات دیگر. تقسیم بندی زمستانی پرچاوی های برق کابل. بر بنیادین تقسیم بندی در فصل زمستان بخش های گوناگون پایتخت در 24 ساعت از 3 تا 6 ساعت برق نخواهند داشت. سرخط خبرها. امضای موافقت نامه راه لاجورد میان 5 کشور شامل این را تا 1 روز دیگر در ترکمنستان. یک رای جدید دیگه هستند که مستقیما افغانستان یک فرصت دیگه پیدا میکنند که به دنیا وصل شود. تأکید بر توانمندسازی نقش زنان افغان در اقتصاد کشور. یکی از اهداف نشست کنونی ریکا گسترش همکاری ها میان تجارت های زنان است. گشایش نمایشگاه ساخته های دستی زنان روستایی در کابل. حمایت بکنن که کمک کنن، دولت کمک کنه که حمایت بکنه. هنوز ما از دولت هیچ چیزی ندیدیم. و تلاش برای رشد گردشگری در شهر ریو دی ژانیرو برزیل. انرژی، راه آهن و توسعه همکاری ها در بخش مخابرات از موضوعات عمده ای بودند که در حاشیه نشست ریکای هفتم امروز به بحث گرفته شدند. وزارت اقتصاد میگوید که فردا قرار است راه لاجورد در این نشست به بحث گرفته شود و رسما تفاهم نامه راه لاجورد میان کشورهای شامل در این راه به امضا برسد. از اونجایی که به شما معلوم است نشست هفتم ریکا، هدف اساسیش است که پروژه‌ای که تحت چتر ریکا هست او مشکلاتش بررسی شود، فرصتایی که از دیده شوه و نیازمندی های سرمایه گذاری که برای پروژه های ریکا موجود است او به بحث گرفته شوه و کشورهای تمویل کننده و کشورهای منطقه را به این
تشویق شود تا بالای پروژه‌ای که میتونه سبب تحکیم روابط تحکیم زیربنای منطقوی است که سرزو تشویق بکنه تا باشه که زمینی تجارت و ترانزیت بین کشورهای منطقه در چتر ریکا ایجاد شود. از بحثایی که ما در گروپ های کاری داشتیم در سه گروپ کاری سرش بحث کردیم. بحث اول ما سر مسائل انرژی در منطقه بود که پروژه های کلان که در منطقه در قسمت ترانزیت یا انتقال انرژی داریم سرش بحث های بسیار خوب شد، پیشرفت هایی که در زمین صورت گرفته بسیار زد تمجید شد و طبیعی است که تمرکز بیشتر سرش کار دارد چون ظرفیت زیاد منطقه است و باید ظرفیت باید رسیدگی شود. بحث دومه که ما داشتیم سر مسئله زیربنای منطقه بود که از نظر خطوط آهن و سرکات چطور میتونیم زیربنا را زیادتر بزنیم تا ای که ظرفیت کلانی که تجارتی که در منطقه وجود داره به او حد برسیم. خوشبختانه کشورها در هر قسمتی که تلاش خود داشتن تعهدات خود داشتن و در زمینه پلانا تنظیم است که کشورها چطور میتونه با هم با یک صدا سر زیربنا کار بکنه تا ای که منطقه که امو ظرفیت تجارت که بینشان است به او حد برسه. و بس سوم که داریم که زیادتر سر مسئله انتقال یا انتقال خود مخابرات است که بحث بسیار مهم است، بحث بسیار جالب است چون افغانستان یکی از کشورهای است که میخواهد منیس یک شهر مدرن در قسمت اتصال شبکات مخابراتی از آسیای جنوب به آسیای میانه باشه که بالای ازی بحث خوب صورت گرفته و کشورهایی که در زمینه همکار هستن پروژه‌ای که دارن برنامه که دارن سرش بحث کردن و امیدواری بسیار زیاد است که به زودی افغانستان در مرکز انتقال اطلاعات مخابراتی هم قرار خواهد گرفت. چه فکر میکنید که اهمیت از این نشست در پروژه های آینده چه خود بود و قرارداد یا پیمان راه لاجورد قوزان روز آینده چه خود بود؟ یکی از برنامه هایی که در رکای هفتم سرش بحث زیاد است مسئله راه لاجورد است که راه لاجورد از نظر اهمیت افغانستان به ترکیه از طریق ترکمنستان آذربایجان و جورجیا به ترکیه میرسانه و این یکی از راه‌هایی است که میزان تجارت آسیای جنوبی را با آسیای میانه و سری آسیای میانه تا به اروپا شرقی امتداد می‌ده و از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است که از سال ابتکار در چارچوب ریکا سال 2012 شروع شده، جلسات متعدد در این زمینه صورت گرفته و خوشبختانه ما در حد رسیم که سبا رسما تفاهم‌نامه ازی بین کشورها به امضا میرسه و این یک امیدواری فوق العاده زیاد را برای همکاری های اقتصادی منطقوی فراهم می سازد و از این طریق افغانستان می تواند که منیس یک نقطه وصل بین آسیای جنوبی، آسیای میانه و از آسیای میانه تا به در حاشیه هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه نخست بنی کشور بر توانمندسازی نقش زنان افغان در اقتصاد کشور تاکید کرد. در این نشست که زنان بازرگان بیش از 10 کشور منطقه شرکت کرده بودند بر بهبود روابط بازرگانی میان زنان بازرگان در منطقه گفتگو شد. در نخستین روز نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای که در شهر اشقابات ترکمنستان برگزار شده بود، نخست بنی کشور نقش زنان را در رشد اقتصادی منطقه مهم می‌داند. یکی از اهداف نشست کنونی ریکا گسترش همکاری ها میان تجارت های زنان است، چون ما می دانیم که بدون شرکت زنان در بازرگانی و فعالیت های اقتصادی رسیدن به هدف های ما امکان ندارد. در این نشست که با گروهی از زنان بازرگان افغان میزبانی می شد، روی حل مشکلات زنان بازرگان افغان در کشورهای منطقه، ظرفیت سازی زنان برای توسعه سرمایه گذاری ها در داخل و خارج از کشور و نیز بازاریابی برای فراورده های زنان افغان در داخل و خارج از کشور تاکید شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای ایجاد سهولت های بخش خصوصی برنامه های مهم را عملی می سازد که بر بنیاد آن سرمایه گذاری ها در افغانستان و منطقه گسترش خواهند یافت. از سوی هم در این نشست مقام های ترکمنستان می گویند که
با در نظر داشته گسترش همکاری های بازرگانی و ترانزیتی میان دو کشور، در یک سال گذشته ارزش حجم بازرگانی دو کشور با افزایش 22% به حدود 600 میلیون دلار در سال رسیده است. اکنون طرفین یعنی افغانستان و ترکمنستان علاقمندند تا روابط بازرگانیشان را گسترش دهند و شرایط کانونی برای استفاده از این فرصت بسیار مناسب است. در این نشست بیش از 40 کشور منطقه و نمایندگان بیش از 30 سازمان منطقه‌ای و جهانی شرکت کردند. ذبیح الله جهانمند، تولو نیوز، شهر اشقابات، ترکمنستان. مجلس سنا یک بار دیگر مقام های وزارت های مالیه و مخابرات را از بهر چگونگی گردآوری 10% مسئول استفاده از خدمات مخابراتی و آوردن شفافیت در این روند به این مجلس فراخوان. شمار از اعضای مجلس سنا میگویند که برای جلوگیری از دستبرد در این درآمدها و نظارت از روند گردآوری آن باید هر چه زودتر سیستم ریال تایم به بهره برداری سپرده شود. از سوی هم وزیر مالیه میگوید کسانی هستند که نمیخواهند این سیستم به کار شود. در یک ماه پس این بار نخست نیست که 10% محصول استفاده از خدمات مخابراتی اینجا در مجلس سنا در حضور مقام های حکومت به بحث گرفته می شود و سناتوران نگرانی هایشان را از نبود شفافیت در روند گردآوری این محصول مطرح می کنند. په بازارونو کې له ثبت او راجستر پرته سیم کارتونه ولې پرول کیږي او د مخنیوي په برخه کې ولې ګام نه پورته کیږي؟ د مخابراتي لس سلنه مسؤول د روڼوالي په موخه د بیلنګ سیستم د رامنځته کیدو په اړه معلومات وړاندې او ووایاست چې د کومو موضوعاتو له امله د مخابراتي خدمتونو د مسؤول په برخه کې د دې سیستم په رامنځته کیدو کې ځن راغلی دی. د ناثبت سیم کارتو پیسې چې دا کله اخیستل کیږي د لس فیصده دا کم ارګان ته ځي او د دې په هکله باندې تاسو څه توضیحات راکولی سئ؟ وزیر مالیه این بار از مجلس سنا برای به بهره برداری سپردن سیستم ریال تایم 6 ماه تا 1 سال وقت میخواهد، اما تاکید میورزد که کار این وزارت آماده سازی بودجه برای این کار است و بودجه از آغاز سال روان مالی آماده شده است. فرمایش قانون اساسی را چطور میکنین؟ اونجا خوب برات که گفته که تا که تو منبع دیگه عاید نبری تو نمیتونی که عاید دولت چکنی، تصمیم بگیری که ردش کنی. حسوی هم سرپرست وزارت مخابرات میگوید که اکنون نیز بر بنیاد سیستم محصول استفاده از خدمات مخابراتی گردآوری می شود و این وزارت هر 15 روز یک جا با اداره تنظیم خدمات مخابراتی و وزارت مالیه گردآوری محصول را در هر یکی از شرکت های مخابراتی بررسی می کند. دولت مسئولیت دغه دی چې دا باید مونږ معلوم کړي سیستم طریقه چې مونږ په خپل دفتر کې دغه سیستم ولرو په مغه څومره پیسې چې ورته جمع کیږي مغه ته معلوم کو. یوازې نه دغه کمزورتیا ده دا سیستم نه لرو خو سیستم وسم ده پیسې چې کله جمع کیږي مستقیم من د کمپنۍ د اکاونټ څخه د افغانستان بانک کې یو خاص اکاونټ دی د افغانستان په بودیجه کې جمع کیږي. بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه تاکنون بیش از 8.8 میلیارد افغانی از رهگذر محصول استفاده از خدمات مخابراتی گردآوری شده است و امسال نیز 4.4 میلیارد افغانی درآمد از این رهگذر در بودجه ملی پیش بینی شده است. شرکت برشنا امروز تقسیم اوقات زمستانی پرچاوی های برق را در شهر کابل اعلام کرد. بر بنیاد این تقسیم اوقات در فصل زمستان بخش های گوناگون پایتخت در 24 ساعت از 3 تا 6 ساعت برق نخواهند داشت. سخنگوی این شرکت می افزاید که پرچاوی های پارک های صنعتی کابل افزایش نخواهند یافت. پارسال در فصل زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل 12 تا 14 ساعت در یک شبانه روز بود. اما شرکت برشنا میگوید که امسال پایتخت نشینان شاهد این قدر بی‌برقی نخواهند بود و نهایتاً در بخش های از پایتخت در 24 ساعت 6 ساعت برق پرچاو خواهد بود. سخنگوی این شرکت علت این بهبود خدمات برق رسانی را در فصل زمستان توزیع 140 مگاوات برق حرارتی میگوید که از آغاز ماه جدید در دستگاه های حرارتی این شرکت در پایتخت تولید خواهد شد. ما کوشش عظیمی به این داریم که 18 ساعت خو نرمال برق می باشن که شما بیست که به 20 و 21 ساعت ما ایره برسانیم که تا 21 ساعت برق نشه باشن و یک 3 ساعت اگر پرچوی باشه در اوقات پیک اینا لطفا امر ما همکار باشن. از سوی هم شمار از باشندگان پایتخت میگویند که امسال بیشتر از برق بهره مند شدند و انتظار دارند که در زمستان نیز با مشکلات جدی در این بخش روبرو نشوند. که چرت دست برشنه په خپل خبرو که رختیاواله موجودی او چاتنګ وای ما غسی عمل وکي دا غوډه خبره ده ځکه چې دا د موږ د صنعتونو چې دي دا ټول په برېښنا چلیږي. دلته موږ څه بله وسیله نه لرو.
نو که چیرته دی دا خپل خبرو باندې وفا کړه ډیره زیاته فایده منه خبر ده. برق حرارتی که قرار است تر از ماه جلی در دستگاه های حرارتی شرکت برشنا در کابل تولید شود، هر کیلووات آن برای شرکت برشنا 40 افغانی تمام خواهد شد. اما سخنگوی این شرکت میگوید که پایتخت نشینان به گونه معمول با پرداخت از هزینه های ثابت کنونی از این برق استفاده خواهند کرد و بقیه پول را وزارت مالیه به این شرکت میپردازد. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. 1 کیلوگرم گاز مایع 60 افغانی، 1 لیتر پترول 46 افغانی و 1 لیتر دیزل 45 افغانی. تا چند لحظه دیگر. نبود بازار برای صنایع دستی زنان در بدخشان. زنان صنعتکار ولسوالی واخان میگویند هرچند ساختهایشان بی‌نظیر است، اما به علت نبود بازار مناسب با بهای بسیار پایین به فروش می‌رسند. برنامه بازار است. سرخط خبرها یک بار دیگر. امضای موافقتنامه راه لاجورد میان 5 کشور شامل این را تا یک روز دیگر در ترکمنستان. یک رای جدید دیگه هستند که مستقیما افغانستان یک فرصت دیگه پیدا میکنند که به دنیا وصل شود. تاکید بر توانمندسازی نقش زنان افغان در اقتصاد کشور. یکی از اهداف نشست کنونی ریکا گسترش همکاری ها میان تجارت های زنان است. گشایش نمایشگاه ساخته های دستی زنان روستایی در کابل. و تلاش برای رشد گردشگری در شهر ریو دی ژانیرو برزیل. ادامه خبرها. شماری از زنانی که سرگرم صنایع دستی در بدخشان هستند از همکاری نکردن حکومت و نبود بازارهای مناسب برای فروش ساخته‌های دستیشان شکایت دارند. این زنان صنعتکار ولسوالی واخان میگویند که هرچند ساختهایشان بی‌نظیر است، اما به علت نبود بازار مناسب با بهای بسیار پایین به فروش میرسد. همکارم نعمت‌الله احمدی که به ولسوالی واخان رفته است میگوید که این زنان به علت نبود پول فیزیکی در این ولسوالی ساختهایشان را در برابر جنس‌های بسیار کم ارزش تبادله میکنند. یک نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان روستایی بر روز سه‌شنبه در کابل گشایش یافت. وزارت احیای و انکشاف دهات میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای ساخته‌های دستی زنان روستایی و تولیدات داخلی میباشد و این نهاد میکوشد که برنامه توسعه صنایع روستایی را از 5 ولایت به 15 ولایت گسترش دهند. از سوی هم شماری از زنان روستایی که در این نمایشگاه شرکت کردند از حکومت میخواهند که حمایت‌های لازم و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی را برگزار کنند. گلیم بافی، قالین بافی، مهره دوزی، صیقل زیورات، ساخت لباس های محلی، خامک دوزی و ساخت دسکاول از ساخته های دستی زنان روستایی هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. شماره از زنان بازرگان که از ولایت های گوناگون در این نمایشگاه شرکت کردند میگویند که فروش با بهای مناسب این ساخته هایشان نقش اساسی در بهبود کاروبارشان دارد. با مشکل که مواجه هستیم به خاطر کرای ما دور است، فروش ها زیر خوبتر نمیتونیم که به کابل یا بامیان روان کنیم. حمایت بکنن که کمک کنن، دولت کمک کنه که حمایت بکنه. هنوز ما از دولت هیچ چیزی ندیدیم. یکی از راه های بازاریابی امین نمایشگاه ها هستند که دایر میشه، بسیار مفیدن و میتوانه اینا فروشات مقدار فروشاتی داشته باشه. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که برای توسعه ساخته های دستی زنان در چارچوب برنامه توسعه صنایع روستایی میکوشند در داخل و بیرون از کشور برای این ساخته ها بازاریابی کنند تا این ساخته ها رشد کند و نیز زندگی زنان روستایی بهبود یابد. امروز ما زمینه سازی ازیره مساعد ساختیم تا تولیداتشان را
در مرکز کابل به نمایش بگذارند و رابطه دهات و شهرها را با هم تأمین بسازیم. حمایه از این برنامه در رشد اقتصاد کشور نقش داره و این برنامه برای خصوصا برای طبقه بسیار غریب و فقیر است. به گفته وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت تا کنون میلیون ها افغانی برای گسترش کاروبار زنان روستایی در بخش های گوناگون کشور هزینه کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که بهبود وضعیت اقتصادی زنان در روستاهای کشور زمینه را برای بهبود اقتصاد روستایی فراهم می سازد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، برای بحث بیشتر در این مورد با ما در استودیو هستن. آقای رستمی، خوش آمدید. شکر. در آغاز در مورد این نمایشگاه بگوین، هدف از برگزاری این نمایشگاه چی بوده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، در این زمان به همکاران تکنیکی برنامه سلام عرض دارم. البته نمایشگاهی که امروز برگزار شد، هدف اساسیش ضمن بازاریابی برای محصولات و در کل صنایع دستی که در سطح قریه ها و روستاهای افغانستان تولید میشه، در این زمان تامین روابط تجاری بین متشبسین که از سطح قریه ها و روستاهای افغانستان به مرکز میان تامین شود، و در این حال مهمترین موردی است که ما تولیدات واقعی و تولیدات اصیلی که در سطح قریه ها و در سطح روستاها صورت میگیره، او را در سطح مرکز برای شهروندای کشور، برای بازرگانا، برای متشبسین و سایر اقشار جامعه به معرفی بگیریم تا خرید از تولیدات وطنی و تولیدات محلی ما بیشتر شد. در این نمایشگاه چه چیزها بیشتر به نمایش گذاشته؟ خب در این نمایشگاه بیشتر صنایع دستی مثل قالین، گلیم، اشیای زینتی، سنگهای زینتی و در این زمان محصولات و تولیدات زراعتی، یعنی هر آن چیزی که توسط متشبسین، گروپ های تولیدی که ما در سطح قریه ها و ولسوالی ها ایجاد کردیم، توسط از اینا تولید میشه، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. مشخصا از کدام ولایت ها در این نمایشگاه شرکت کردند؟ البته این نمایشگاه از 5 زون کشور بود که بیشتر ولایت های هرات، بلخ، ننگرهار، پروان، بامیان، این 5 ولایتی بود که در این نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی خود به نمایش گذاشته بود. وزارت احیا و انکشاف دهات این نمایشگاه روی برنامه مشخصی برگزار میکن یا وقتی که تقاضا میشه اینا برگزار؟ نه، بدون شک پس از سال 2010 در چوکات برنامه های ملی وزارت احیا و انکشاف دهات که ما برنامه راهسازی روستایی، برنامه انسجام صحوی، برنامه آبرسانی و سایر برنامه هایی که داشتیم به اساس نیازها و به اساس رشد و تقویت اقتصاد دهات، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی را ایجاد کردیم تا در کنار سایر سکتورها ما بتانیم برای تقویت تشبثات محلی در سطح قریه ها، تقویت اقتصاد قریه ها، بخصوص اقتصاد خانواده ها، و به ویژه تقویت صنایع دستی و صنایع محلی در سطح قریه ها توسط این برنامه اقدام بکنیم. خوشبختانه از 2010 تا کنون بالاتر از 5000 گروپ های پسنداز و قرضدهی ایجاد شده، بالاتر از 640 اتحادیه های قرضدهی و پسنداز ایجاد شده، در این زمان 133000 شغل ایجاد شده که جای خوشی دهی است که 64% زیر زنا و خانم ها تشکیل میته، در این زمان بالاتر از 1300 گروپ های تولیدی که همین صنایع دستی است، محصولات و تولیدات زراعتی است، اینا تولید میکنه، توسط ازمی برنامه ایجاد شده و در حال حاضر در 694 قریه مربوط 24 ولسوالی و 5 زون کشور برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی فعالیت میکنه. و آن چیزی که شما اشاره کردین، بدون شک وقتی که تولید میشه صنایع دستی، وقتی که محصولات زراعتی در سطح یک قریه تولید میشه، مهمترین سوالی که مطرح میشه برزی که این تداوم پیدا بکنه بازاریابی است، که نمایشگاه یک فرصت خوبی است که تولیدات و صنایع دستی برش بازاریابی صورت بگیره، روابط تجاری بین متشبسین مؤسسات قریه ها با متشبسین شهری تامین شود. به این خاطر برگزاری نمایشگاه توسط وزارت احیا و انکشاف دهات در مرکز و ولایت و در این زمان بیرون از کشور به شکل دائمی بوده، یعنی هر از گاهی برگزار شده. امروز نمایشگاهی که برگزار شد برای 3 روز 127 مین نمایشگاهی است که در کابل و سایر ولایت راه اندازی شده.
خب بیشتر زنان از نبود بازار برای ساختهای دستی اینا شکایت دارن. اینا خواست از اینا ای است که نمایشگاه دائمی برگزار شود از حکومت و از نهادهایی که نمایشگاه را برگزار میکنند. یک قسمت شما چی برنامه دارید؟ کاملا ما با شما هم نظر هستم، یعنی با برزی که ما بتانیم صنایع دستی و تولیدات خود در صد قریه ها بیش از گذشته تقویت بکنیم، متشبسین تقویت شود و روی ازی حکومت بیشتر سرمایه گذاری بکنه، اولین سوالی که مطرح میشه و اولین موضوعی را که باید ادارات تعقیب بکنه یک از اون نمایشگاه های دائمی است. در حالی که تمرکز اصلی وزارت احیا و انکشاف دهات روی تقویت صنایع دستی نیست، دیگر سکتورها مثلا سکتور آبیاری، سکتور ترانسپورت، سکتور آب آشامیدنی اولویتش است. ولی تا چند سال گذشته در این مورد هم توجه کرده، در این مورد هم سرمایه گذاری کرده و ما توانستیم در این قسمت یک تاثیر خوب روی زندگی مردم ایجاد بکنیم. برازی که امی تولیدات و صنایعی که در سطح قریه ها تولید میشه بخصوص صنایع دستی، نمایشگاه دائمی اینا نیاز داره که در این قسمت وزیر احیا و انکشاف دهات امروز گفتن که با همکاری ارگانهای زیربط تلاش میکنه تا یک طرح را شکل بده و به اساس از این طرح در یک نقطه مشخص شهر کابل یا سایر ولایت ها بازارهای دائمی ایجاد شود. البته ما در یک تعداد از ولایت ها بخصوص در ولایت تخار، هم در شهر طالقان مرکز ولایت تخار و هم در ولسوالی ینگ قلعه و دشت قلعه ما بازار دائمی داریم. در ولایت تخار حدود دو ماه قبل ما تحت نام آقای دوستمی، ما یک گزارش داشتیم از بدخشان که در واخان بدخشان زنانی که تولیدات دارن و صنایع دستی دارن، اینا نبود پول باعث از این شده که اینا می صنایع را که یا تولید میکنن اینا با جنس های بسیار کم ارزش هستن اینا ای را تبادله کنن. در این قسمت چی سروی کردین و چی برنامه های را در این ورسالی ها بیدست دارین؟ نیاز ما تمرکزی برنامه انکشاف صنایع روستایی مثل قبلا عرض کردم فعلا در پنج ولایت افغانستان از برزی که بله برزی که صنایع دستی تقویت شود در تمام ولایت های افغانستان، هر ولایت ویژگی خاص خود دارد در قسمت تولیدات بخصوص صنایع دستی که بیشتر زنان مشغول هستند. آن قسمی که در گزارش شما از واخان به او پرداخته شد، وزارت احیا و انکشاف دهات قسمی که امروز وزیر اعلان کرد و در گذشته میره طرح کرده بود و رسانه ها شریک ساخته بود، پلانی است که برنامه از سطح 5 ولایت به 15 ولایت گسترش پیدا بکنه. برن وقتی که به 15 ولایت گسترش پیدا میکنه، در قدم نخست تمرکز روی آن دولت هایی است که بیشتر مردمش به صنایع دستی مشغول هستند. شاید بدخشان یک از ولایت ها باشه یا دایکندی یا سایر ولایت ها، ولی تمرکز ما مانند این 5 ولایت که فعلا تمرکز دادیم بهش توجه کردیم به ولایت هایی است که صنایع دستی بیشتر توسط باشندگان روستاها به خصوص زنان تولید میشه. خیلی رستمی تشکر از حضورتان در برنامه. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، یک یورو 80 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 636 افغانی. تا لحظات دیگر. گشایش نمایشگاه ساختهای دستی زنان روستایی در کابل. شماری از زنانی که سرگرم صنایع دستی در بدخشان هستند از همکاری نکردن حکومت و نبود بازارهای مناسب برای فروش ساختهای دستیشان شکایت دارند. این زنان صنعتکار ولسوالی واخان میگویند که هرچند ساختهایشان بی‌نظیر است، اما به علت نبود بازار مناسب با بهای بسیار پایین به فروش میرسد. همکارم نعمت الله احمدی که به ولسوالی واخان رفته است میگوید که این زنان به علت نبود پول فیزیکی در این ولسوالی ساختهای دستیشان را در برابر جنسهای بسیار کم ارزش تبادله میکنند.
در سالیان اخیر توجه حکومت به رشد توسعه صنایع دستی و تولیدات داخلی تا اندازه بیشتر شده است. از همین رو هم اکنون صدها زن سرگرم تولید صنایع دستیشان در بدخشان هستند. از این میان زنان روستایی این ولایت با آنکه زراعت پیشه هستند، اما دیده می شود که توانایی خوبی در تهیه صنایع دستی نیز دارند. اینجا در ولسوالی واخان بدخشان، هرچند از عدم همکاری نهادهای دولتی با ویژه ریاست امور زنان این ولایت انتقاد میکنند. می ریاست امور زنان اگر بگوییم مستقیما خودش دیگه در سال اولی که ایجاد کرده بود، زفنون میگفتن، در یاد ما هست، آمده بود یه را بپا کمی ساد کرده بود، یک دفعه خبر گرفته بود. بعد از او که بگوییم خودش آمده و یا کدام از دفتر او کدام کمک شده و کمک اقتصادی به اینا شده، نی. ولی از طرف های دفتر که اگر ارتباط با اونا گرفتگی باشه و یکان وقت چند سال پیش یکان موادی یک دو دفعه که ما بودیم گرفته بودیم، ولی او کمک از طرف دفتر کمی میشه، تیکه و پر و ماشین و از طرف دفترها، بعضی دفترهایی که ستاره یارفان یا کدام دفتری، ولی از خودی شورای زنان که بگوییم ندید است. در این وطن زندگی میکنیم قطعی همی قومو دیگه، ما گفته کدام که از زمین کشاف دیاد به ما هیچ کمکی نشده، ما زفنون بود چیزی که بود به ما هیچ کمکی نکرد. مو یک بار با پایستاد کرد و خلاص دفتر یکیف اینه کم کم کمک مون میکند، تکه و توری تایو با ما کمک میکند دیگه. چقدر شما در روزگار میتونین کمک کنیم با یو؟ خواست و ایقا بازار نداریم دیگه، اون ایقا بازار نداریم و کم کم میشه دیگه، قد کمک که بگم که چوره رسمون میشه نمیشه دیگه، خوب است دیگه و دوست ما اینه کم کم میرسه و کمک میکنیم قای خانواده او. این زنان روستایی به دلیل رایج نبودن پول در این ولسوالی ساخته های دستیشان را به ارزش پایین با مواد غذایی و یا جنس تبادله می کنند. گندم در واخان، یعنی که امیر قمی چید که امی گیلم و نمد یا خدا مردم سرد بار می کردن در خندوت، از اینجا برینج و چای می بردن. این رقم بود. از اینجا حرکت می دادن اشکایشی بایای ما می گفتن. باز محمد بایی یا بعضی وطندارای ما در اینجا که بایی ترستن مال زیاد داشتن. اینا که جا می بردن بارک و زیباک با دستر خر و حسب بار می کردن. از اونجا غله بار می کردن. یعنی برنج بار می کردن. چای بار می کردن. این رقم بود. عالی به شکل نیست؟ نه عالی نیست. عالی نیست. اگر جورم می کنن. یعنی با مو چیز خودشو اگر بالاها هست که میفروشند، حالی هم گله و نمد و چیزها هست. اما مسئولان در ریاست امور زنان بدخشان هرچند مشکلات زنان روستایی را میپذیرند، اما میگویند که به دلیل دوری و دشوار گذر بودن راه های منتهی شده به پامیر نمیتوانند تولیدات زنان آن بخش را به بازارهای مناسب برسانند. اما این مسئولین راه های دیگری را به آنها پیشنهاد میکنند. یگانه راهکار که فعلا وجود داده برای راه‌های دوری ما و ولسوالی های سرحدی ما، امیدواری هم همین بازارهایی هست که در اونجا ساخته شده، بازارهای مشترک. ما امیدوار هستم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت محلی ما همینجا جناب والی سه و کسایی که ارگانهایی که زیر ابت هستن در امانگی با ریاست امور زنان بتونن که اینا را به بازار مشترک وصل بکنن. این زنان روستایی در ولسوالی واخان میگویند که همساله در مرکز ولایت بدخشان نمایشگاه ها برای تولیدات دستی زنان به هدف بازاریابی دایر می شود، اما آنان در این نمایشگاه ها دعوت نمی شوند. برای گفتگوی بیشتر در این مورد نرمین هاشمی عضو اتاق تجارت زنان با ما هستند. خانم هاشمی خوش آمدید. در آغاز وضعیت زنانی که سرگرم صنایع دستی هستند در ولسوالی همچون واخان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ما کارهای زیاد خوب بررسی میکنیم و آمدن شما به کابل خوش آمدید میگم و از طرف اتاقهای تجارت که مربوط زنان میشه ما برشان وعده میتونم که انشاءالله نمایشگاه برشان در داخل و خارج از کشور برشان زمینه هایش مساعد میشه که انشاءالله سفرهای خود داشتن و در داخل و در خارج از کشور. خب قسمت گزارش دیدیم بیشتر اینا از نبود بازار فروش در حال حاضر اینا شکایت داشتن که حتما کسی که صنایع دستی را میسازه با بسیار مشکلات و بسیار ای که وقت میگذاره و این ساخته را میسازه و در مقابل جنس تبادله میکنن به خاطر که پول اونجا رایج نیست، اینا مجبور هستن با جنسی که ارزش کمتر دارن این صنایع دستی را تبادله کنن. در این قسمت اتاق تجارت زنان چی برنامه هایی را میتونه داشته باشه به خاطر هرچی بهتر بازاریابی برای صنایع دستی زنان؟
اتاقای تجارت زنان ما میتونم برای زینا وعده بتیم که اما قسم که حالا دعوت شان کردیم در برنامه باغ بابر که آمدن ما نمایشگاهی که در آینده ها خود داشتیم در خود کابل و در ولایت های دیگه برشان وعده میتیم که در این نمایشگاه ها شرکت کنن و در خارج از کشور زیادتر فوکس ما طرف خارج از کشور است. به خاطر که در داخل کشور ما داریم خانم هایی که زیاد حتی در خود کابل زیاد در صنایع دستی کار میکنن ولی بازار فروش و قدر ندارن. اتاقای تجارت زنان میخواه که این زمینه رو برشان مساعد بسازه که در خارج از کشور صنایع دستی از یا برده شد و اونجا فروشات کنن. تا زمانی که بازاریابی نشه و در داخل خود کشور برای اینا زمینه فروش ایجاد نشه شما چگونه میتونید اطمینان بتین که شما میتونید زمینه فروش در بیرون از کشور برای اینا ایجاد کنید؟ وعده به خاطر میتیم که راستی که مشکل است که ما 100% برشان وعده بتیم، منتها چون ما نوپا هستیم نو ایجاد شده تقریبا چند مدت کوتاهی میشه ولی وعده میتیم به خاطر که اول در خود کابل راستی که درست است که باید اول در خود وطن باید یا شناخته شد و بعد از او بیرون از کشور رویش کار میکنیم انشاءالله که بتانیم برشان کمک کنیم. سروی شما چگونه است؟ کدام ولایت ها در اولویت کاری شما قرار داره؟ در اولویت کاری ما اول خو باید مرکز بسیار مشکلات داره. خود خانم هایی که در مرکز هستن مثلا شخصا خودم کارهای زرگری رو میکنم، بازار فروش در داخل از کشوری نداریم. ما اولا خود مرکز ما مشکلات داره. ما میخواییم که زمینه مساعد شد و اول که ما باید اول گفتی خود شما که در داخل کشور در ولایت ما بازدید داشته باشیم که خود ما اولا ما باید اول بازدید کنیم ولایت های خود و از ولایت بیاییم در مرکز ما یکی دیگه خود تبادلی افکار کنیم، اینا را دعوت کنیم در خود اتاقای تجارت عضو اتاقای تجارت شوند و بعد از او بتانیم ما در بازار خارج از کشور بریم. چه فکر میکنین که حکومت چقدر از این صنایع دستی زنان حمایت کرده؟ وزارت زنان چقدر حمایت کرده؟ فکر میکنین که اگر اینا حمایت کنن میتونن که زمینه بهتر به خاطر فروش این صنایع در کشور و بیرون از کشور ایجاد کنین؟ بله، دولت بله کمک های کرده. ما چند یک هفته پیشتر بود در پانتون کابل یک نمایشگاه دایر کرده بودیم که از طرف محصولین خوب بدرقام شدیم و فروشات در کل از تمام خانم ها بسیار خوب بود و انقریب یک پروگرام دیگه هم داریم که در پانتون کابل یک نمایشگاه برگزار شود. دولت و خود وزارت امور زنان، وزارت تجارت، انکشاف دهات همه از اینا وعده های دادن انشاءالله که آیسته آیسته کار میکنن. ببینین در گزارش آمده بود که زنانی که در واخان بدخشان هستند یا امثال از این مثل ولایت دوردست هستند، در ولسوالی های دوردست هستند، اینا از این انتقاد میکنن که شما برنامه ها و نمایشگاه هایی رو برگزار میکنین ولی از اینا دعوت نمیشه. شما میپذیرین این؟ ایره میپذیریم، بله میپذیریم، منتها در بادامباغ در می پانتون کابل ما داشتیم خانم هایی که از ولایت آمده بودن ولی که اینا فراموش شده بودن دیگه. خب برنامه آینده تان به خاطر گسترش کاربار زنان و کسایی که سرگرم صنایع دستی هستند، کسای زنان که بازرگان هستند چی هست؟ ما برای از اونا وعده میتیم که انشالله در مدت بسیار کوتاهی ما از اونا دیدن خواهد کردیم. ما مشکلات از اونا را به مقام های بلند می رسانیم که خوشبختانه خانم اول امروی ما وعده هایی کرده و خود جناب رئیس جمهور ما چند وقت پیش امرویشان یک نشست داشتیم که از حتی از خارجی ها دعوت کرده بودن و از داخل کسایی که مربوط امی پروگرام ها میشنن همه از اونا رو دعوت کرده بودن. انشاءالله که داینده ها فراموش ما نخواد شدن، این بار ما رو ببخشن و امیدم این روز. تشکر خانم هاشمی از حضورتان در برنامه. ما در پایان برنامه مرور داریم بر فشرده خبرها. موافقتنامه راه لاجورد میان 5 کشور شامل این را به شمول افغانستان و فردا به امضا می‌رسد. بابکرگیری از راه لاجورد کالاهای بازرگانی افغانستان با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، بحیره سیاه و ترکیه به بحیره مدیترانه و اروپا از راه زمین خواهد رسید.
حاشیه هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای نخست بانی کشور بر توانمندسازی نقش زنان افغان در اقتصاد کشور تاکید کرد. در این نشست که زنان بازرگان بیش از 10 کشور منطقه شرکت کرده بودند، بر بهبود روابط بازرگانی میان زنان بازرگان در منطقه گفتگو شد. یک نمایشگاه ساخته های دستی زنان روسایی و روز سه‌شنبه در کابل گشایش یافت. وزارت هیئان کشاف اتحاد میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای ساخته های دستی زنان روسایی و تولیدات داخلی میباشد و این نهاد میگوید که برنامه توسعه صنایع روسایی را از 5 ولایت و 15 ولایت گسترش دهند. حکومت برزیل برای رشد گردشگری در شهر ریو دی ژانیرو این کشور تلاش می‌ورزد. به نظر می‌رسد که تلاش‌های نظامیان برزیل برای امن ساختن این بخش‌ها به نتیجه می‌رسد. این در حالی است که خشونت‌ها در بخش‌هایی از این شهر ادامه دارند. نیروهای امنیتی ریو هر چند روز چندین بار با اعضای مسلح گروه‌های تبهکار درگیر می‌شوند، اما با وجود تمامی دشواری‌ها، امیدها برای مبدل شدن این بخش‌ها و مکان‌های گردشگری از میان از همراهیتان. این بود بازار امشب. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.